برگ مرا مسخت گدوشین برگ 39 صفحه 2 اونجا فقط میپرمودن که هر کسی که مثبتش بیشتر از امروت باشه بهش بدی میکنن، یعنی مجازاتش میکنن، مثل اینکه تمام توره را سوزانده و یک حرف از این باقی نمانده. نمیگن که چون اکثر اعمالش مثبت دخویاته پس بهش ارفاق بدیم، گذشت بکنیم، ایم نداره، حالا اکثر اعمالش مثبت بوده. نه، اینطور حساب میکنن که این شخص مثل تمام توره را سوزانده یک حرف از این باقی نگذاشته. اینطور وقتی ملاحظه میکنن دیگه جای صرف نظر کردن و گذشت و ارفاق نیست. بعد این تا اونجایی که لازمه بعد مجازات بشه. طبق این ما میفهمیم یک داستانی که اینا در حی آدم، کتاب حی آدم و همینطور در کف حییم سیمان ه در شروع معروف سیمان ه، این درباره نیت کردن اسم هاشم، چه انسان وقتی برخا میگه باید نیت کنه اسم هاشم، بروخ انت هاشم، هاشم درخ، ارباب تا مخلوقات بوده هست، خواهد بود، الوکنو، درخ نیرومنده، صاحب تا مقدرت هست، این باید نیت بکنه. در اونجا یک داستانی تعریف میکنن که یک صدیقی روحش از بدنش خارج شد، رفت دنیا بالا. اینا میگن امروزه میگن موت کلینی، یعنی مرگ طبی، یعنی طبق شرایط طبی این شخص مرده دیگه، نه قلبش ضربان میزنه، نه نبضش، هیچی، مرده. و این شخص در کتابی هست به اسم در ایساق پیروش میشنیاد، اونجا نوشته که این شخصی که این برش این متوقع بودد که همین مؤلف این کتاب به اسم ربی ایساق حیوت علی بچلام، ربی ایساق حیوت علی بچلام، این نشماش میره بالا و مثل اینکه مرده، بعد از مدتی برمیگرده. تعریف میکنه که این وقتی که رفت بالا در محکمه بالا، دنیای بالا، اونجا صبر کرد ببینه چی میشه، چه اتفاق میفته. یه دفعه میبینه که صدای جنجال و قوقا و شلوغ و خوشحالی و شادمانی از اون سالن در میاد و جار میزنن فلان صدیق بزرگ داخل محکمه دادگاه بالا میشه و احترامش بکنید، جا خالی بکنید که بدر بگذره. چقدر احترام، چقدر عزت، چقدر شکوه و شوکت. خب این صدیق میاد و میشینه جلوی قضات محکمه بالا، ازش میپرسن آیا تمام مثبت توره را انجام دادی؟ میگه بله. کی شهادت میده؟ ملاخی میان، ملاخی هزاران، ده هزار ملاخی میان، بله ما شهادت میدیم که این شخص این مثبت انجام داده. آیا به کاره دیگه هم از سوال دیگه هم میپرسن و در آخر میپرسن آیا وقتی که اسم هاشم را در براخود، وقتی براخود گفتی، وقتی براخود میگفتی، آیا در اسم هاشم نیت کردی؟ جواب نمیده. گفتیم، میپرسن بعد مردن آیا در موقع براخود گفتی اسم هاشم تلفظ کردی؟ نیت کردی؟ جواب نمیده. وای به دین میان گن باشد پره میکنن که این شخص به این صدیق در این
در این موضوع سهلنگاری کرده، کوتاهی کرده، این یک شنهاروخ طور شنهاروخ در سیمان هه، در سیمان هه در شماره پنج حالا خودش پنج اونجا هه علامت هشمه، علامت هشم اونجا نبشته که بعد نفتر موقع ذکر هشم بعد این یاد بکنه. پس چرا نکردی؟ حالا که اینطوره بعد تو این رفه ببینن که چندین هزار شاید چند صد هزار ملخیم با لباس های سیاه پوش میان و بگه بله هر کدام شهادت میده بله من در این روز از این ذکر اتماشه بدون که نیت من آفریده شدم، این در این ساعت، این در این دقیقه، این در این فلان تاریخ، همشون میان ده هزار صد هزار. بعد این بهش میگن که وای چرا اینطور کردی؟ چه کردی؟ یا بعد بری گلگول یا گهینام، یا گهینام چرا اتماشه میذکری بین نیت، یا گلگول بعد بری گلگول تا اینم این موضوع رو بعد احتلاح بکنیم. ولی این صدیق نمیخواد بره گلگول. چرا؟ اگه بره گلگول ممکنه بازم خراب بکنه، ترجیح داد که بره گهینام. ما میبینیم چی شد؟ این تمام تورن انجام داده بود، تمام میثبوت عملی کرده بود و هیچ کس نبود، تمام شنو عروخ هم بره انجام داده. بله طور شما رو خبره. چی شد؟ به خاطر اینکه اسم هاشم را بدون نیت ذکر کرده بعد بر گهینام یا گلگول. از مر اینکه درائی ما میبینیم که در اون دنیا بالا گذشت و ملاحظه و تخفیفنا نیست، باید که این همه مثبت انجام داده، این همه تورا خونده و وقتی که داخل محکمه بالا شد اینقدر به احترام گذاشتن، عزت کردن، با شکوه و با چه با شوکتی داخل چیز شد، این همه هم با همه صدای شادی و قوقا داخل شد، ولی هیچی، این بستی بره یا گینگول یا گهینام و برای خودش ترجیح داد بره گهینام. خب پس ما میریم که در اون دنیا خیلی سخت میگیرن، خیلی سخت میگیرن. اونجا خیلی نکنیم که چه این نداره اینا، انسان اگر البته تجربه کرده باشه، خب این تجربه کردن انسان را دیگه از انواع اقسام مجازات ها نجات میده البته، ولی اگر انسان تجربه نکنه هیچی. حالا این اینجا چی بود؟ گناه این چی بود؟ گناه این شخص، گناه این بود که اسم هاشم را ذکر بلی بدون نیت. آیا کسی را خطا کار کرد؟ آیا به کسی سر بزد؟ نه. آیا کسی را دوچار بسبسه و افکار بد کرد؟ نه. به دیگران چه؟ به خودشه. اگر این شخصی که به هیچ کس هیچ آسیبی نداده این دور به سخت گرفتن و به دین دوباره پره کردن که چرا تو نکردی، چه برسه به کسی به کتبانویی که لباسای غیر منافی فتی باشه یا سر با کلاگیس های خیلی هوس انگیز و خیلی جالب میپوشه و در دل صدهای هزار شاید میلیون ها در عرض عمرش این همه میلیون ها صد ده ها میلیون افکار بد و ناجور و نامناسب ایجاد میکنه و این دیگه چقدر این سختره، چقدر سختره. پس انسان بعضی موضع باشه گول نخوره که دوچار این عاقبت بسیار دردناک نشه، بدونه که مشن برخ هیچ گذشت نمی کنه، به خصوص اگر انسان کاری بکنه که دیگران خطا بکنن به خاطر این دیگران خطا کار بشن دیگه، این خیلی سختره، خیلی سخته. و برای این بعد امکان هر کسی فکر بکنه و گول یه طرح رو نخوره.